کسایی که موضوعات منفی نشر میکنه همش مزخرف است، همش اشغال است، همش زباله است. کسایی که پای سخنرانی همچون نفرا میشینه در واقع وقتشون که طلا و ارزشمند هست معاوضه میکنه با خلطه های زباله، با خلطه های اشغالی. وقت خود معامله میکنه با خلطه های کثافت. این چیزایی است که به درد مردم نمیخوره. دوستان گرامی سلام، چند روز پیش یک ویدیوی نشر کرده بودم که ما در افغانستان از عدم موجودیت محتوا یا از عدم موجودیت موضوعات آموزشی به شدت رنج میبریم و واقعا وضعیت شبکه های اجتماعی وحشتناک شده، خیلی خراب هم شده. غیر از فحش و دشنام و بجان ای و دیگه چسبیدن، دیگه هیچ محتوایی در شبکه های اجتماعی نیست. تیک تاک ببینید که واقعا مزخرف شده. و بیایم اگه وضعیت تیک تاک کاربرای افغانستانی را مقایسه بکنیم با وضعیت تیک تاک دیگه کشورها، بسیار تفاوت داره. دیگه کشورها مثلا از تیک تاک تبلیغات میکنن و محتوای خود یا مثلا همو بیزنس تجارت همو تولیدات خود روی تیک تاک تبلیغات میکنه، برای مشتری ها معلومات میده. و بعضی کسا هستن که مثلا تولید صدا میکنه، حالت آرام بخش اینا را در تیک تاک پخش میکنه. بسیاری کسا هستن که موضوعات آموزشی و همچون موضوعات فورکس تریدینگ، تجارت های آنلاین استفاده میکنه. اینو بسیار جنبه های مثبتی است که در تیک تاک استفاده میشه. اما اگه در افغانستان بیایی مکمل به جان همدیگر چسبیدن، فحاشی، دشنام و یا بعض موردهایی میبینیم که اصلا نامی از او ویدیوها گرفتن همشه، حالا دیگه از کمر پایین هست. اینی موضوعات بسیار خطرناکی هست که کاربرا به او رو آورده و پیشنهاد ما ای است که چنین آدم ها رو دنبال نکنید. ویدیوی رو که پشت سر میبینید اسکرین شات از بازیل نیکوبین هست که از دوستای ما امرایشان ارتباطات داریم. ویدیوهایش رو دنبال میکنم و تحلیل و تبصره های خوبی داره. یک ویدیوی جالب در اینجا نشر کرده که با فحاشان فضای مجازی چیکار بکنیم. ویدیوی خیلی جالب است، ارزشمند هست. این در اینجا یادآوری میکنه که وقتی اگر شما در شبکه های اجتماعی یک محتوای غیر مفید دنبال میکنید یا یک کسی که به این موضوعات دامن میزنه دنبال میکنید، وقت شما که اصلا دوباره برگشت نداره مثل طلا ارزشمند هست، ایرا برای اونا اختصاص میدین. و در مقابل او کسی که نفرت پخش میکنه، موضوعات مثلا مزخرف و عدمی در چیزایی که در نخور باشه اینا رو تولید بکنه، در این صورت شما در واقع انمی طلای خود با او چیز مبادله کردین. و این بازیل بسیار اصطلاح جالبی به کار میبرن، مگه کسایی که موضوعات منفی نشر میکنه همش مزخرف است، همش اشغال است، همش زباله است. ای تو بگیم که اونا هر لحظه خلطه ای از زباله تولید میکنن و شما وقت خود با این خلطه زباله معاوضه میکنید. یک ویدیو بسیار جالبی هست، واقعا ارزش دیدن داره. من لینک از ویدیو رو در بخش کامنت میمونم یا بخش تشریح میمونم، حتما ببینید، به درد شما میخوره. امشب تیک تاک باز کردم، اون تیک جوان برابر شد، نمیفهم نامش چی بود، درباره بابا مزاری گپای تا بالا میگفت. من باز درخواسته دادم که امروش صحبت کنم، خب تایید کردن، بالا شدم امروش صحبت کردم. برادر، مشکل مردم ما مشکل اقتصادی است، مشکل مردم موضوعات امنیتی هست. چی میشه که وقت خدا با جای امیزی موردهایی که فعلا تو سرش کار میکنی روی موضوعات صرف کنی که با درد مردم ما بخوره؟ به نظر از نگاه اقتصادی و امنیتی همین گپایی را که تو در خوری مخاطبا میدی چی به درد اونا مخوره؟ ای گفت هیچ. بعد صحبت ها زیاد شد، من یادآوری کردم که تو جوانی هستی، توانایی داری، مخاطب داری، به جای ازی که آمده وقتای اینا رو ضایع میکنی یک چیزی برای مردم بگو که به دردش بخوره. زیاد صحبت ها شد و میگفت که من کس رو توهین نمیکنم. در جور صحبت هایش هم گپای نامناسب تا بالا شد و گفتم که اینیال تو آمدی توهین کردی. بعد گپی بازیل نیکوبین یادآوری کردم، در اونجا گفتم که کسایی که پشت پای یا پای سخنرانی همچون نفرا میشینه در واقع وقتشون که طلا و ارزشمند هست معاوضه میکنه با خلطه های زباله، با خلطه های اشغالی. وقت خود معامله میکنه با خلطه های کثافت. این چیزایی است که به درد مردم نمیخورم. این گپ زدم، بسیار سرش سخت تمام شد، بالاخره طاقت و تواناییش صفر شد و بالاخره
جریان لایفی از مرا قطع کرد و توانه گپ زدن رو نداشت. پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینید و اگر این نفر دوباره ویدیوی مرا میبینه، لینک همه ویدیو رو مده بخش تشریح میمونم، بره او رو ببینه. این به درد شما میخوره، این به درد شما هم میخوره. این ویدیوی بازیل میکوبینم هم شما ببینید و هم بر دوستای خود روان بکنید. فقط آمدم یادآوری بکنم که در شبکه‌های اجتماعی ما بارها گفتیم که محتوا تولید کنید، باز هم آمدم یادآوری میکنم که محتوا تولید کنید. هر چیز را که شما میدانید به درد مردم میخوره، اقتصاد ما را، زندگی ما را بهتر میسازه، از اونا تولید بکنید. شبکه‌های اجتماعی را ما شما باید یک جای خوبی بسازیم، یک جای بسازیم که به درد همه ما شما بخوره. خدا نگهدار.